میدید من در تنهایی شما برام مثل سیاق فکری خودم جوهای وقتی شما رو محذوف جلسه میگم، یعنی فرض میگم من و مخاطبین شما تنهایی. مخاطب عزیز، اگر الان هگل جلوی شما تو برنامه اینستاگرامیتون بود، کانت جلوتون بود، چه از ذوق زده میشدید؟ خیلی خیلی بودی اوه کانت، اوه هگل، سوال میکردین، درسته؟ من یه سوال خصوصی از همه های رحیمی میپرسم، فرش رو گوش کنید. آیا رحیمی چند سال شما در خدمت، در کنار خدمت هم نه، در کنار به اون یک متفکر پژوهشگر، نه به اون شاگرد متفکر پژوهشگر، در کنار چند تا پروفسور بودی؟ من اسم ببرید فقط. نکنید من از 1979 فقط اسم ببرید. میخوام یه بحثی جیشو جنبندی کنم که بچه های اینستاگرامتون میشن در واقع خودشون میشن آقای رحیمی ها. بله بله، به هر حال نکنید که 40 سال پژوهش، 40 سال پژوهش برای نیست که جناب امیر احمدی برنامه که دیگری که داشتیم که 30 ثانیه به من 20 ثانیه فرصت میدادن که پاسخ بدم به پرسش های کلیدی که ایشون مطرح میکردن. ولی به هر حال بحثی که امروز با شما رو سنگ میخوام به شما رو الان وزن بکنیم، میخوام بگیم که با چه کسانی همنشین بودید و این همنشینیتون تازه به این معنا نبود که فقط شاگردی کنید، نه نظریه هم تولید کردید. من فقط یه سوال میپرسم از شما، فقط همین عددها رو برام بگید، شما چند سال در کنار بزرگترین نظریه پردازانی که حقیقتاً عمری رو یا حتی پروفسوری خیش رو در حوزه ایران شناسی دریافت کرده هست؟ سوال نکنید من از 1900 عدد بدید میخوام چون بزن در کنار کانت، هگل و دیگر نظری برد. نه نکنید من از نظر ایران شناسی، از نظر ایران شناسی و اسلام شناسی از 1980 تا 2007 میشه گفت به هر حال 27 سال در کنار پروفسور لتسر و پروفسور میخائیل زند و همینطور دکتر سرودی، شاول شاکت، پروفسور لایش، پروفسور موشه شارون و پروفسور یوشابت هرکبی از نظر روابط بین المللی، پروفسور الیعزر شفر از نظر اقتصاد بین المللی و اقتصاد خاورمیانه و همینطور افرادی که حتی وقتی که در دانشگاه بریلان بودن و به عنوان مدرس یا اینکه در برای پی اچ دی خودم در دانشگاه تل آویو بودم با افراد دیگه از پروفسور اوزی رابی، پروفسور لیتفاک، پروفسور منشری و پروفسور یوشالمی و پروفسور برحال یودا شنها و همینطور یواف پلت که برحال افرادی بودن چپگرا و این دو نفر و سه نفر جدن میشه گفت ساختار شکن نئومارکسیست، یعنی که من سه سال فقط مارکوزه و یکایک نئومارکسیست و کمونیسم و تئوری‌های کمونیستی و نئومارکسیستی رو بررسی می‌کردن که پی ببرن از اون انگاره‌های دست راستی خودم بیرون بیام و بتونم به صورت وسعت و یک گسترده سیاسی سپهر سیاسی اسرائیل و ایران رو بنگرم به عنوان کارشناس ارشد امنیت ملی و دیپلماسی. آفرین. اگر بیننده هوشمندم شما فقط انگوشتاشو در مورد زمانی که ایشون هر اسمی رو به کار میبرد خم میکرد که کنیم پروفسورم چه 11 نفر رو ایشون اسم برد توی اون آخریش که مارکوزه بود عملا در زیل چهار گفتمانی قرار میگرفت که عالم بدیل هم دیگه سمت داستانه، یعنی نئومارکسیست وقتی سخن میگید اساسا میگید تو تراز فوکویاما ها، عالم بدیف ها، مارکوزه ها، اینجوری میشه. خب حالا سوال من اینه آقای رحیمی،